اگر گل رو ندیده باشیم اصلا، گل زیباست دیگه، گل قشنگه، مظهر زیباییست، مظهر ظرافت و لطافت و پاکیست گل. خودشو بخواد به ما بنمایانه یا ما رو به توجه در بیاره برای خودش، و چیکار بکنه؟ بعد از خودش تعریف بکنه دیگه، بگه اسم گل رو بیارین، ذکر گل رو بگید، تا یواش یواش ما بتونیم به گل نزدیک بشیم، گل رو رؤیت بکنیم، ببینیم که گل واقعا چه وجود زیبایی است، چقدر قشنگه. و ما از زیبایی گل، از اون رنگهای قشنگ گل، از اون عطر گل، از اون صفای گل بهره ای برای خودمون ببریم، بهره ای که در راستای خود گل بشه، بهره زیبایی، بهره لطافت، بهره آرامش ببریم، یعنی در حقیقت جایگاهش پیدا بکنیم. من فکر نمی کنم که اگر یک جایگاهی که گل و گلزار باشه، گلستان باشه، ما نخواهیم اونجا زندگی بکنیم، اونجا رو به عنوان یک جایگاه زندگی برای خودمون انتخاب بکنیم. فکر میکنم که ما راضی نباشیم، دوست نداشته باشیم. همه ما دوست داریم که در یک جایگاهی که گلزار هست، گلستان هست، آب و آبشار هست، زیبایی هست، دوست داریم که اونجا رو جایگاه زندگی برای خودمون قرار بدیم. حالا خداوند، نمیتونیم بهش بگیم گل، خدا از هر چی که بگیم زیباتره. شاید این مثال ها باعث بشه ما یک کمکی به توجه بیاییم برای آگاهی به اون محروی زیباروی که نامش خداست. ما مثال خدا رو به گل زدیم دیگه، گل دیگه، گل مظهر زیبایی است. من دیگه فکرم به چیز دیگه نرسید که خدا رو به چیز دیگه مثال بزنم، خدا رو مثال به زیبایی این گل زدم.